سلام خدمت همراهان گرامی و وقتتون بخیر. پویانم و در خدمتتون هستم با قسمت 143 از سری آموزشی بازی لیگ آف لیجنز و این بار با کاراکتر سوراکا. سوراکا لولو کاراکترهای ساپی بودن که خیلی‌ها میپرسیدن چرا هنوز نذاشتی خودت ساپ پلیری، به خاطر دقیقاً همین که داشتمشون اون موقع و میگفتم خب بعد هم میشه آموزشش رو اون کاراکترهایی که آموزششون رو نذاشتم و تو چمپیون هم نیستن رو زودتر بذارم بهتری، اونایی که تو رایگانه هفتگی میان. سوراکا یک کاراکتر ساب هست، منتها در تاپ لین هم طرفدارای خودش رو داره به دلایلی. یکی از چیزهایی که حالا میگم جالبش میکنه تو تاپ لین هست که تاپ لینرها عادت ندارن یه چمپیون هایی که سریع باشه در اینا لایف استیل تقریبا داشته باشه خودش به خودی خود. توضیح میدم، اول پسیوش رو بگم. پسیوش این هست که اگر یک دوست خودی، یکی از چمپیون های خودی جون زیر 40% بیاد، سرعت سوراکا موقع دویدن به سمت اون 70% بیشتر میشه. این یه چیزی آمبولانس بازی. دوم، وقتی که کیوش رو به یک دشمنی بزنه مجدد یک سرعتی میگیره که اینجا تو قیافش هم مشخصه و باز هم این داستان هست، یعنی به طور عادی اون چیز هست، یعنی اگه جون دوستاتون کم باشه در حال فرار باشن شما وایسین دفاع کنین یه دونه اینه میزنین به دشمن و بعد با یه سرعت سرسام‌آوری فرار میکنین. در کل تو چیز خیلی از این لحاظ مانورش خوبه ولی تحت شرایطی. دبلیوش به سادگی هیل میده به دوستان خودی، یک مقداری هیل میده و جونشون رو سرمه، منتها وقتی این کارو میکنه از جون خودش کم میشه و این تو بالا رفتن دبل کولدانش میاد پایین. اونجا که میبینی الان هر دو ثانیه است بدون هیچ آیتم دیگه ابیلیتی هستی، هر دو ثانیه میتونه این هیلو بده. مقدارش همون اول قسمت از 100 آخر بازی 240 که تازه با آیتم هایی که میگیره بیشتر هم میشه. مانا کاستش ولی میره بالاتر. اما یه نکته وجود داره، زمانی که هیت میده به دوستان از جون خودش کم میشه این مقدار. علتش توی داستان سوراکا هست. سوراکا یکی از خدایان این سرزمین بوده و زمانی که میاد زمین و این کالبد جسمانی رو میگیره، این کالبد توان نگهداری این نیروی این رو نداره و وقتی که از این نیروش استفاده میکنه از توان جسمانی اون کالبد کم میشه. حالا ولی خب داستانش خلاصه اینه، زمانی که طرف توی این حالت چیز باشه، توی حالت چی میگن یه اینو به دشمن زده باشه، کیوش رو، اگر کیوش رو به دشمن یا دشمنانی زده باشه، یه توضیح راجع به این کیو اینجا دارم چون به خاطر اینکه اینجا لازم بود بگم. وقتی تو این حالت هست که دویدنش سریع میشه، اگر هیل به دوستانش بده اون مقدار جونی که قراره از خودش کم بشه 80% کمتر اتفاق میفته، یعنی قراره بشه 100 تا جونش کم بشه میشه 20 تا. این تو لول نهاییش میشه 100%، یعنی اگر یه دمیجی به دشمن این کیوش رو به دشمن دمیج نه کیوش رو به دشمن بزنه و بعد تلت بده هیچ اتفاق هیچی ازش کم نمیشه. این نمیانه که و این داستان کیوش یک نکته فرعی دیگه هم داره. تو این محدوده به هر کی بخوره نگاه کنید یک خطوطی میاد سمتش که این سرعت رو بهش میده. این داستان هم هست و ته دو نیم ثانیه همون نه ته دو نیم ثانیه مقداری هم هلت بهش برمیگرده. حالا اینجا من اینجوری بهتون نشون میدم، الان جونش کم شده. خب الان نگاه کنید، من اینو که میزنم این مقدار میبینید داره کم کم پر میشه به خاطر این کیو هست، همون لایف استیلیه که ته زمان داره برمیگرد. یکی از قدرت های خیلی مهم سوراکا که بسیار هم نادیده گرفته میشه سایلنس کردنش توی محدوده است، یعنی حساب کنید دشمن میاد گنگ کنه مثلا یه نفر رو، یه محدوده رو به این شکل سایلنس میکنه، یعنی نمیتونن هیچ کدوم از ابیلیتی هاشون اسپل هاشون و غیره رو استفاده کنن، دمیج هم میخورن و تازه اگر
توی این محدوده وایسن 1.5 ثانیه که بگذره برای 1 ثانیه هم استان میشن. پس به طور عادی وقتی که توی تیم فایت این رو میزنه تقریبا همه مجبورن در برن یک طوری. اگه وایسن شما شروع میکنید زدنشون و جون شما داره پر میشه، اونا آماده استان شدن هستن و دوستاتون میرسن میزنشون. این یه دوست. و در نهایت معکوس اولتیمیت کارتوس اولتیمیت سوراکا هست. یعنی چی؟ کارتوس اولتیمیتش رو که میزد همه توی مپ یه دمیجی میخوردن، سوراکا اولتیمیتش رو که میزد تمام دوستای خودش یه هلتی میگیرن. این برای کسایی که جونشون زیر 40% باشه مقدار بیشتریه. حالا چون میگم عددها رو نمیگم بخاطر اینکه با لول بالا میگم، مثلا الان 130 تا بیسش هست ولی چیزی که حالا به خاطر ابیلیتی پاورش 144 تا میده، اونایی که زیر 40% باشن میشن 216 تا. اینم یه داستان. و الان اینجا رو اگه نگاه کنیم من اینه که بزنم به همه اینها این هلته میرسه، این چون نزدیکم بود احرفش نداد. اینم یک مسئله. آخر بازی یعنی تقریبا بهترین هیلر بازی میشه حتی از سونا بهتر، بخاطر اینکه هر 2 ثانیه و فکر کنین الان من هیچ ابیلیتی هیستی ندارم. اگه احیانا ابیلیتی هیست هم داشته باشم بزنین چند تا چیزاشو آیتماشو بدم. ابیلیتی هیست 15 تا نه 10 تا چیزه هیلو شیلده، اینم بگیرم تمام شد. دارم اینم بگیرم، اینم 20 ابیلیتی هیست. همین الان شده 3 و خورده ای لیول ماکسیموم کنیم. هر 1 ثانیه تقریبا یعنی بازی خودش گرد میکنه اینجوری چیز متاخو، یعنی تون تون داره همینجوری چیزو میده. و مقدارش چقدر شده؟ 367 تا که اون چیزا رو اگه حساب کنیم افرادی که مثلا جدن الان اولتیمیتش 230 تا همچنان و البته این ماکسیمم نشده هنوز. اینم اگه ماکسیمم اینم آخر بازی 400 تا و برای اونایی که زیر 40% هم 596 تا هیل میده به همه تیم. یعنی فکر کنین آخر بازی چه خبر تازم، اینم هنوز ماکسیمم نشده. در کل آخر بازی هیلر وحشتناکیه و اونایی که حرفه‌این کاراکترهای مثل این و سونا خیلی راحت تر از بقیه میمیرن. موقع گنگ ها اول اینها رو میکشن، پس حواستون باشه اگه اینها بودید و کارتون خوب بود حتما پشت تیم وایستید، نرید وسط جنگ به هوای اینکه کیو بزنید و اینها. اثر داره ولی خب البته دیدین که این همچنان جونه داشت کم میشد، اما الان دوباره بزنید اینجوری دیگه تازه نمیکنه. هیل ریژن هم بالاست. این تو ماکسیمومش چقدر میشه؟ هر 2 خورده ای ثانیه. من میزنم اینجا از 3 شروع میشه ولی خب حالا میگیم 2 خورده باشه. همیش میگم 1 2 3. یعنی عدد رو من نمیم چون اینجوری میگیسه در کل. و حالا میگم دیگه این در کنال این یه آیتم هم بگیرید که اینجوری هم هیل میده دیگه، هیچی دیگه. این هم بزنید هم دشمنه دمیج بخورن هم اینا دوباره هیل بگیرن. دیگه کی میخواد کیو بکشه این مثلا؟ خدا نکنه که یعنی یه بار این اتفاق افتاد توی بات لین، زیلین شده بود ایدیسی، خیلی مسخره بود اول بازی، میخندیدیم بهشون و ساپش هم سوراکا و آخر بازی عشقمون در اومد. این همه رو هیل میکرد، اگرم کسی داشت مورد زیلین یه اولت میزد دوش تمام میشد، بدبخت شدیم. البته خب حتما با هم تمرین کرد و این تیم همه هنگ بوده. برحال نمونه بازی خاصی بالا فکر نمی کنم لازم داشته باشه، دیگه چیز عجیب غریبی نداره، دیگه هر چی می‌خواستیم ببینیم دیدیم. کومبو عجیب غریبی هم نداره اوایل بازی، منتها خیلی احتمال این که بخواید چون و این رو هم بگم تو فاصله برای خوردن کیوش خیلی مهم هست، ننوشته هیچ جا ولی نگاه کنید از بالای سرش این شروع میکنه رفتن، بنابراین میبینید اینجا تفاوتش تق خورد اینجا 1 2 فرقش اینجوریه.
حالا تو تابلین چه اتفاقی میفته؟ طرف اون آخرای باز اینجا بایستاده هی اینو میزنه، سایلنت هم میکنه، دوباره اینو میزنه، دوباره اینو میزنه، اتفاق خیلی بدی هم بیفته اولتشو بزنه دوباره هیل میشه. یعنی زدنش نمیتونه آسون باشه، حتی سوراکای تانکی هم دیدم. ممنونم از توجهتون، احتمالا قسمت بعدی لولو خواهد بود. تا ویدئوهای بعدی روزتون بخیر، خدا نگهدار.